میهن وطن آشیانه ماست. پدرم میگی تو دودوشم رو پیدا نکنی تیرون بر نمیگرده. لیزا من دلم برات تنگ میشه. بزا جون اینقدر فکر نکن، کار خدا رو چه دید؟ شاید داداشت تو پیدا کردی. مادرت وقتی شما دوتره به دنیا آورد اینقدر شکل هم بودین که سالها اسماتون رو عوضی میگفت. وقتی که اون گم شد مادرت هم از قصه مرد. اونم مثل تو الان 10-12 سالشه. پدر تو همه جا رو گشتی ولی هیچ وقت نتونستی اونو پیداش کنی. آره پسرم، آره دو مرتبه میریم همونجا که به دنیا اومدی، شاید این دفعه پیداش کنی. گوش کن پسرم، این تلاکایی که من واسهتون درست کردم بعد از 20 سال دیگه. آخه بعد از 20 سال چه جوری؟ بعد از 20 سال دیگه شما همدیگر رو میبینین پسرم. به امیرم گفتم، روش تاریخ کردم، درست 15 آذر ماه 1354. هرچی خاک منه عمر شما دوتا باشه. 20 سال دیگه شما برای خودتون آدمی شدی، تو روزنامه همدیگه رو خبر کن. خیلی دلم میخواست که زنده بودم و میدیدم تو یه مرتبه دیگه شما دوتا همدیگه رو بغل میکنید. Oh.
خیلی ببخشید آقا، شما چیزی به گردنتون آویزونی نیست؟ من سگم چه چیزی به گردنم آویزونی نیست؟ بخشید، من که نگفتم بلاده به گردنی نیست، مردم چه حساسی شدن. یه گفت پنج و پنج سگی و یه ماسوسیار و ماسوسی رو دوت کسی ماسوسیار همچین که سوی بزن تنگش بده خدمتون آقایون دیلا شلا میگه در پول پلی ندارم بیرونشون کنم بکن ای خوب روزی جون چی شد؟ نتیقه نیومده اومد؟ نه هنوز نیومده تا حالا 15-16 تا اومدن تو همه شونی گشتم امیری نبود نه 15 نفر گشتی هیچ کدومشون پلاکی ملاکی ملاکی چیزی به گردنشون نبود که نبود نه که نبود که نبودی اصلا بزن که بود یعنی بزن گنشی پنجاب و بشی؟ آره پنجاب و بشی و پنجاب و هشت و چلی نو و بیسی دو زد در نومه یه چیز بخور این سب کنی که همه شو نخواهی سب تو بسلامتی ناراحتی چی قربانه نیم ساعته که دیر کردی بشی سوچی همیشی بشین اینجا سر جاد و درست سری گوش کن ببین ارباب چی میگی اولا زیاد سخت نگی دوگو من 20 سال خودشی عمره 20 سال عمری آدم 20 سال هست اصلا مفیلی طرف یادش رفته باشه امیره خیلی ممکنه یادش یادش نمیره نه نه مگه این که عوضی شده با نمیگم دیگه دهه گردن بنده نداری، گردن بنده نداری، گردن برو بابا دلت خوشه خیلی خب بابا میرم دلت خوشه بینم رئیس سوگی چی شد پیداش کردی؟ جستیش و نجستی؟ نه خیلی نجستی میشه دیگه تو بمیری؟ تو بمیری پس این داد وایس تو زیر پاد اقل معنا سبز بشه هیه بله من میرم تو حکاجسی تلفونه بزن خدا بزن خوب رسی سوی جون فکر نمی کنم دیگه پیداش بشه الان زوره ساعت 12 است بابا آخی هیلیش کن اصلا 20 سالی که تو نیدش به کل رو زندو از این فکر 20 سالی که بردی 20 سالی که بردی بردی دنیا که آخرش بکن کنتی ایرانی داری؟ زندگی ایرانی کنتی ای دارم نه نه ندارم قول بودیم تموم شده فردوری آه گوش کن خوب بشه بابا جون دیگه بشه چشمتو خوب با کن مواظب با شدی گوش موشا یه اون کنم نمیتونم نیست بابا سیدی جون تو که از بس قصه خورده ایزت بور گرفت یک کار اون سیگار بگیرد رستوران پر کبریت تم بریسی خوش اومدیم بفرمی آقای متک آقای پسر چنگک پذیره کو بفرم بالا بفرمی شما خواهش میکنم خوبه آقای متک آقای متک جان چی میل داریم چی دستور میدیم ها بله چی میفرمی وسطون بیاریم چی میفرمی آره یه آبجو آقای پسر یه بوت آبجو بیاریم ببخشیم بله شما اینجا چیز داری؟ خالدار داری؟ نه قدو ما اینجا فقط آب جوش داریم آب جو داریم از خیلی داریم نایی چه داریم پاچه داریم من منظورم یه آدمه چی؟ آدم؟ آره دون از دونی بنده و جناب بزن این روزه بگه آدم پیدا میشه اگه پیدا کردی یه چند به بنده معرفی کنی که بخوام بزنیم سرم حلوه حلوه کنه قدو شما چی را نیومد؟ چی را نیومد؟ هنه یه بود آب جوش بده با آقا حساب آقایونم بیاری که کم و کسی نداشته باشی چی؟ بس خانم درستی چی؟ چی بابا گرفتاری؟ گرفتاری؟ نه دیگه فکر نمی کنم براموش بابا گرفتاری کاری سوت بزن سوسودک بزن سی سنگ تور بزن محمود من دیگه میرم دیگه میری؟ اگه اینجا اوم...
تو بهش بدی، بگو رفیقت دلخوری کردی. اگرم نیومد بازش کن و بخون، بعدش تو روزنامه چاپش کن، پولشم بکش رو حسابایی که طالبت ندادم. باشه تو تا حافظی باید. نه حافظ چی؟ نفرم بایمان بگم بگی کار بود نمیشتن. ببخشین آقا، ساعتتون چنده؟ دوازده و نیم. دوازده و نیم جوی جوی یورش پیشیم بگیر. تو پولی که نداشتی اینم دوازده تونه حساب بارو ایفان دادی کم خواهش بکنم قبل نداری مهمون بنده باشون شما حد ده تا بیزه شمی سد باد پنج تون پنج زار گدیم هشتا ها هشتا داشتی خونه کنه چهل تا هشتا که بکنه چهل تا بله بله بخواد دارش میکنم دارش میکنم ببخشی قربون اینجا یکی نیمد که منتظر یکی باشه یکی نمی که منتظر یک باشه یکی بود یکی نبود بله خب یکی بود یکی نبود غیر از رضا هیچکی نبود حالا فهمیدم حالا یادم افتاد ببینم شما همون نیستین که ده بیست سال پیش از اون طرف اومدین اون وقت اونم از این طرف اومد بعد یهو با هم قرار گوشت چرا درسته رضا سوتی من که قبلا ازت پرسیدم رضا خالدار رضا خالدار نه رضا سوتی آره خالدار نه جان من رضا سوتی میدونم اون همیشه سودک میزد آره سودک که بیچاره نیم ساعت اینجا منتظر شما بود ای عرق خورد سه دفعه سیگار خواست دست کردم این توش بیدم نداشتم حالا سی بیا این نامه رو داد بدم خدمتی که نوالی تو حال خیلی بدی بود بیچاره رزا سودک مست لایقل هم تو مثل اولاق سرش انداخت پایی دفت بزبینم چینه خیلی بد بخوا میشینه بشته مست برای من نمیتوانم او را به سالات برسم خوش بیرون کنه کجا خط خونه از کجا از خونه من خونش بعد یکی نیبریم بیرم شما گره ببن کسی نره بیرون تا من بیرم به سابر برسم خدا احلی سرگه من بردار کنه پشمی خوکران زنی میمیرم خودم رفتم اردنش شما تو خونه من چی کار دارم بریم بیرون ببینم در کوچه رم ببندیم در کوچه تو شکست دیگه واسه نمیشه آخ یه تا چیزم رو اگه پام دیم آخ ایسان دارم فیداری کنه آخ نکرم کردی نگه گرده میشه گردی خب امیر جون چی باید ندیر اومدی من چی دیر اومدم عوضش کردی به موقع اومدم حالا وایسی کنار میخوام خوب تماشا بکنم آره نگاش کن آره نگاش کن مثل که همه دیروز بودم نگاه کن مثلا بذار ببینم تو چی رنگ منو براندازه میکنی ها آره
آقا رو رو درست از خنده منم دارم میکنم بعد از 20 سال منو پیدا کردی که بهم بخندی؟ آخه کجای هیکلم خنده داری؟ خب این خلابه یه جای هیکلت خنده داره دیگه آخه میخوام ببینم اینم هیکل شد که تو داروی یاد کنه هرکوله والا با خدا امیره تو دیگه امیره زاوتش کنیم آره دندون تو واکو بیرم دندون هست سالمه واکو بیرم واکو بیرم کسی میشه حوصله مو داری سره میبری نکنه میخوای بگی دکتر شدی داری منو معاینه میکنه نه نه رزم چی خیالی ندارم فقط میخواستم بفهمم یه آدم گردن کلوف مثل تو خودکشی میکنه ها تو نامه منو مگی آره نامتو خوندم تو خوندم منم خوندم آخه ببینم تو این دنیا مگه آدم قهده که تو عاشق یه دختر کور بشی گرچه اگرم کور نبود تازه از قیافه انکر و اصفات جنابالی حتما وحشت میکرد او رو بابا در عرق فروشی تو ببند مگه فکر تو از ماست و خیارم تجاوز میکنه با این که کوری دوستش دارم میمیرم بازش اما اون تو عرشو رضا سودی زیر فرش از موقعی که بابا من از تو جدا کرده از اون مدرسه برد همه جای ایرونو گشت میگفت تا قارداش دو قلوی تو رو پیدا نکنم آرام نمی اترم چیه؟ آخه یادتی که من یه قارداش دو قلو داشتم که گم و گور شده بود خلاصه همه جا رو گشت آخرشم پیداش نکرد و دق کرد ما موندیم و آسمان کوچه ها و بازارها تا سپس گنده شدیم گنده علکی بی سواد بی پول بی کسوکار فقط به امید قرار با تو سنده موندم فقط فکر می کردم شاید تو آدم حسابی بار می آیو زیر آغوش منو می گیری یعنی زیر بقل نه خیلی یواش یواش صحنه داره گرام می شه بهتره چقدر تیغ نخوردم فیلنگ رو ببندم ولی مجبورم وام طویل مدت بهشون بدم که ندارم بدم محمود خان هر به جیم رو بخور برو پیکارت خداحافظ شما گرگون جفتت ولی رضا من میتونم عروسیتون رو جور کنم یعنی فرشته نجاتتون منم لابد یه فرشته آس و پاس از این فرشته هایی که تو هفت آسمونی جیانم ندارند رضا جون من مثل تو این 20 سال تمام کس و کارم رو از دست دادم نگفتم میدونستم ما از این شانس ها نداشتیم از اولش هم معلومه بود اما از مال دنیا پول و پلایی به هم زدم و یک کارخونه ای دارم مثل برقم میتونم عروستو بیارم تو خونه بگو جونه من سالمه رست رستی تو فرشته منی من خیاله میکردم تو فرشته گلابی منی نه بابا درستی حالا که همچنی شد 3 دفعه باش عروسی میکنم بابام راضی میشه خودش گفته چشمم خوب میشه خودش گفته دوستم داره خودش گفته همه چیش درست میشه خودش گفته دوستش دارم نه بابا اینه دیگه خودم گفتم دوست دارم خودم بهش گفتم خودم بهش گفتم احساساتش من تحریک کردم من جریح دارش کردم خب بس دیگه رضا به من نگفتی با این نونزاده چجوری آشنا شدی؟ کجا آشنا شدی؟ چجوری خیلی مفصلی تو پارک کوری اما خوبه خوشکلی گفتی چشاش خوبه میشه من بهش گفتم چیزی ندارم اونم قبوله کرده فقط گفته روزی که میخوای بری پیش پیترم خودتو درسته بکن یه ماشینم جوری بکن همین آخه یه دختر کور نه امیر اصلا حرفیشم نزن نوکریشم دوستش دارم آره خیالت راحت باشه همه چی بگو بونه دیلانی امیر خانه اعتبارت بیشتر از این حرف هست بین پولا رو داشته باش موتورت هم وردار برو پسر مگه ما موتور بخریم بگی نه دست درد نکنه کازم جان اما موتور باشه پیش خوده هر طور تو دوست داری قربون تو رسی نگفتی دختره چی شکلیه والا چه ارز کنم کازم جون فکر میکنم عروسمون کوره کوره چطوره
آینم ندارم که خودم رو توش نگاه بکنم. احتیاجی نیست، تو الان واسه خودت کلی آدم حسابی شدی. ای والا، مگه من ناحسابی بودم؟ نه، منظورم اینه که شیک شدی. قربونی تو، ماشینم کجاست؟ ماشینم دم دره، فرصت نکردم بخرم. مال یکی از برا بچه هاست قرض گرفتم، اصلی زود برگرد. باشتنی، بله. مواظب شما باشم. رو چشم. آی، از بس این حرفا رو تکرار کردین، خسته شدم. دیگه بسه، شما برین. باشتنی، مواظب شما باشم. راستی که خیلی خنگم هانه رزا نوکرتم شیرین جون همه چی حاضره؟ تو رزا سوتی تو خیلی دست کم گرفتی اگه بدونی چه قیافه‌ای به همه زدم بیا پیشم مدام میخوام تو رو حس کنم حس کن منو بیا بشم حس کن منو این کلاس رنگشم سفیده این نکوت رنگش هم سفیده این پولوویر اینم رنگش چیزه های رزا چی شده رزا؟ هیچی اونم شلوار رنگش هم آبیه یه ماشین گندم آوردم که بتونم عرفای گنده گنده بزنم و هزار تومنم پول تو جیبی که اینجی اونجی کنم که بابا خیال کنی که خیلی پول دارم ها منم هی پوز بدم و اون پوز در بکنم اونم با کلاه سفید و کت آلکاپونی رزا هانی جان اوامی رو بگو یالا رزا خیلی دلم میخواست تو این لباسم میدیدم اولیش رفیق سی سال پیشم دیده بود درستم کرده و فرستادتم پیش تو همونه که میگفتی قراره ببینیش؟ آری درست بعد از 20 سال سر قورش اومد اونم چه به موقع درست موقعی که نزدیک بود منم دیگه تو رو نبینم ها چی داری میگی رزا؟ سر از حرفات در نمیارم بهتر اگه قراره بود که سر از حرفان در بیاوردی و کشاتم میدید و قیافم رو نگاه میکردی اون وقت چی تو میزدی؟ هانه چی شد؟ از حرفم دلخوری شدی؟ رزا هانه جونم یعنی تو فکر میکنی چشای من خوب میشه؟ اگه شدی چشای خودم درارم و بذارم تو کاسه صورتت بالاخره یه روزی تو میبینی خیالت راحتی باشه گذشته از این دنیای من و تو عیونه چیزی توش قاطی نداره که تو بخوای ببینیش که اینقدر عجله به خرج میدی رزا بازم
بازی رو زستی خراب کردی. من خانوادگی ندارم. شیرینی من بلد نیستم شوخی بکنم. تو هم دلخور شدی؟ نه رضا، تو خیلی صاف. ها قربونی تو شیرین که صافتر و شیرین تر از حب نبات. اینقدرم خوبی. نمیدونم زن پدرم چی کار کرده که دکترها به بابام دروغ میگن. میگن شیرین چشاش خوب شدنی نیست. رضا هنه بگو جانی. تو که باور نمی کنی. معلومی که باور نمی کنه با. اونا میخوان یه جوری من و بابامو سر بنیز کنن و پولاشو بالا بکشن. پولاشو بالا بشن؟ من چی کارم؟ خیالت گذاشتم همین سادگر کاری دلشون میخواد میکنن؟ جفتشون سره میبرم بدم اعدامشون میکنم. پس تو جلوشمون میگیری؟ مواظب من هستی؟ معلومه خودم نوکری تو میشم و آقای خونه دیگم ناراحت نباشی. حالا وقتی زودتر بریم دیز اسوتی میخواد از عروس و خوشگیلیش خواستگاری بکنی. بسی بریم تا بابا دست خونی نرفت. نه نرزا ما خونه نمیریم. چی؟ امیر کلی خودش کشته تا منو برو بلا کرده واسه بابات. وقت تو میدی نمیریم؟ پس کی بری خواستگاری؟ هن؟ امیر بدبخت کلی من ساخته و پرداخته است. شیرین پس کجا برویم؟ هن؟ چی کار بکنیم؟ هن؟ خیلی خوب بابا، خیلی خوب دیگه گریه بسه، مثل اینکه چاره اینه دارم جز اینکه قبول بکنم. باشه خوب بگو منم فرمان بردارم. رضای خوب من همه. اول ما میریم ویلای خارج شهر بابا. آخه ماشین خوب من اجاره ایه رضا. هم جونم هیچی بابا غلطی کردم که در خاطر خواهی بسوزه. باش میدونم که امیر پاک از من دل خوره میشه ولی عیبی نداره. پاشو بریم. پاشو دیگه ببخشین سرد نارینه که کشیدم. داماد کدوم مرد حسابی؟ خواستگاری چیه؟ مرد وزاری هم انزه داره. برو پیکارت مرد. یعنی چه؟ یعنی میخوای بگی تو این خونه نه عروس داری نه داماد؟ پس این رضا اینو برو کنا، برو کنا بینم. برو کنا آقا، من برو کنا. آقا که؟ خیلی ببخشینا، من آدمی بیادمی نیستم. یه چیزی به این جربونتون بگین همش سربالا جواب میده. این جربون شما جواب درست حسابی به آدم نمیده. میگم که میگوش کن رضا سوتی، این چه قیافه درست کردی؟ چرا انقدر بر منو نگاه میکنی؟ ها؟ آخه یه چیزی بگو رضا سوتی. آخه مثل که یه بلای سرت آوردن. تفلکی لالم شده. برو کجا؟ کجا سر کن؟ پس چرا ماشین نهی بازی تحویل بدی؟ این ماشین مال کیه رضا؟ رضا سوکیه بیماری با Kiss off!
پدرم خونه است؟ پدرت؟ بگو از خوصه مریض شده. شیرین، ناراحت نشو، چیزی نیست. پدرت از غیبت تو یه کمی ناراحت شده. الانم خوابیده. تو کجایی؟ منم دلواپس شدم. تو کجایی؟ چی شده؟ دلواپس من نباشید. من تو ویلای شمال هستم. پدرم که بیدار شد بهش بگین من دو مرتبه تلفن میزنم. منتظرم باشه، از خونه بیرون نره، کار لازمی باهاش دارم. اتفاقی افتاده؟ میگن پدرم مریض شده. مطمئنم که دروغه. خب شاید راستی راستی مریضه. نه دروغه، دروغه، من میدونم. بله گوشی میگن تو رو میخواد. بفرمین. بله بله. پس شمال نیست؟ کجاست؟ درست. حالا متوجه شدم خانم، به اتفاق یه آقا اونجا تشریف داره. تو فکری؟ باغبون پارک بود، میگفت آقا خودشون شیرینو بردن. آقام که مرده، باغبونم اون پسره رو جای آقا گرفته. این پسرم خیال میکرد ما رفیقش رو کشتیم. پس کسی که شیرین رو برده باید درست شکل آقا باشه. مثل کف روی آب با یه موج دیگه از بین میره، ما هستیم که مثل سنگ کف دریا قرص محکم نشستیم. اما با همه این حرفا از اون زن بابا و پسر عموی زن بابات هر چی بگی بر میاد. من برم یه تلفن دیگه بزنم ببینم چی میشه. نه نه نه، یعنی نه 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 نه، sit down. این دفعه من تلفن میکنم، کلک مرغابی میخوام بزنم. راستی یکی از رفقای گندی بابا تو سبا کن، بگو اسمش چی، از اون گنده هاش باشه ها. یکی از اونها کچکلاخان. سیرین که کچکولاخان اسم یه فیلمی بوده. هیچی بابا، یه چیزی پروندم. میگم کچکولاخان، اون وقت اگه بابات خونه باشی خودش میاد پای تلفن، بعدم صدات میکنم. چطوری؟ حالا امتحان میکنی؟ امتحانش هم که مجانیه، یعنی مفتیه. بله برگیشه بله. رضا، رضا! بسیده چی؟ کی اینجا؟ سلام شیری، میدونم منتظر ما نبودی. ما؟ آخه با بیژن خان اومدیم. شما ها از کجا فهمیدین که من اینجا؟ وقتی تلفن زدی و پدرت فهمید شمال هستی و صحیح و سالمی، خیلی خوشحال شد. اما چند دقیقه بعد... دروغ میگین؟ همه تون دروغ میگین؟ دروغ میگین؟ چند دقیقه بعد باغبون تلفن کرد که شماها اینجایی. رضا کجاست؟ اون رفته بود به پدرم تلفن کنه، پس کجاست؟ خطر؟ خطر چرا؟ پلیس داره دنبالش میگرده. فهمیدن همین موضوع پدرتو از پا انداخته. اون الان بستریه.
نمیتونه حرکت کنه. تو باید ببینیش هرچه زودتر. شماها دروغ میگین، همیشه به من دروغ گفتین. نه شیرین جون، قبول کن که اون تو رو گول زده. الحمدلله تا حالا به خیر گذشت. ما موقعی رسیدیم که داشت با تلفن صحبت میشد، میگفت حفنشینی که کوره، سر از کار ما در نمیاره. سعی کردم بگیرمش ولی تا ما رو دید فرار کرد. یه هفتیرم تو دستش بود. نه دروغه شیرین جون، لجبازی نکن. پدرت حالش هیچ خوب نیست، اون منتظر توه. بریم جونم، بریم. من میرم ماشینو گرم کنم. پس تو بودی که زدی تو ملاجم هن؟ مگه فرقی هم میکنه؟ شیرین کجاست؟ اونو دوستش داری؟ تو چی؟ آره؟ از من چی میخوای؟ گفتم اونو دوستش داری؟ آخه من چی از تو بیشتر؟ پس هر کاری میگم بکن. پس با این دست و پای بسته مجبورم. آدم عاقلی هستی تو، حیوانی. یه حیوان وحشی. اون باید زنده بمونی. چی باید این قولو بده؟ تو چی؟ قولم قوله، اما قول تو واسه امت خوبه. امتحانستان. شیرین رو نشونم بدی. نشونت میدم، فقط حرف بی حرف. فقط یادت باشه من با کسی شوخی ندارم. تو هم که شیرین رو دوست داری. اگه دوشت نزاشتم پوست تو میکندم. بریم کجل. کاش که بودی میدیدی. با همه چشای خودم دیدم. دو تا گله زد. نزدیک بود مخ منم داغون کنه. یکی هم زد تو قلب رفیقم. حالا میبینی این دستم رو میندازم اگه ثابت نکردم. این مجسمه رو خودش با گله خورد کرد. نگاه، این تابلوان زیر پاهای من خودش پاره پوره شده بود. این شیشه رو که دیگه خودم شکستم و برم تو. باور کنین راست میگم. جناب سروان، به خدا همونطوریه که تو کلانتاری خدمتون عرض کردم، خود ناکسش رفیقان با گوله کش، با یکی از همین هفتیه کابایی. من بدبختم انداخته بودن تو بیابون. اگه خدا نکرده به هوش نیومده بودم از سرما خوش شده بودم. اینا هر جفتشون قاتلن. یه کسل دیگه هم همدستشونه. به اون ستاره ها قسم این زن کم باشون بود. عجب نمالکم سرکو. نخند جناب سرمان. جناب سرمان. عرض کردم که اگه یک ساعت دیگه هم بیسین مرتب از همین حرفا میزنه. اون دیوونه است. یاد آبادته. دیروز هم اومده بود اینجا از همین حرفا میزد. ما همه جا رو گشتیم. نه جسدی وجود داره نه چیز مشکوکی. قربون لابد یه جا همین که ها قایمش کردن. تو نکشتی شرون زاده، تو نکشتیش. دیگه دارم مطمئن میشم تو از تیمارستان فرار کردی. من حاضرم مجانا معالجش رو به عهده بگیرم. ببرش تو ماشین. یه چیزی بخور. قابل آباد سیره سپ چه بیش شیدون آره جان شیدون شیدون آره جان من بیکلاه نمیتونم راه برم. باید یه چیزی سرم باشی. جناب صاحب و دیوان جای سرفدار کلا سرشون نمیذاشتن. غلط کردن. زمنان اساتو کجکی روی زمین نذار. شماها که خوب میتونین کلا سر آدم بذارین، خب سر منم یکی بذارین دیگه. خفه خون بگی کارتو انجام بده. خفه شو ویله با عصا میکنم تو مخت. بیا یه چیزی بخور. سیرم. ولشون. اون مادرزاد سیر به دنیا اومده. بارون تا شده اون برخنه بگید. یواش یواش حالت خوب بگید.
جوابی نداری بدی؟ اینجا دیوانه. وقتی مطمئن شدم که حالت خوب شده یه خانم بری. من دیوونه نیستم دکتر، واسم پاپوش درست کردم. شما همه تون دیوونه این. جواب بده، اینجا دیوانه خانه. دست خیلی من اول باید بخورمم. نه خوله دیوونه، صاحب و دیوان عادت دارن کمی مطالعه بکنن بعد یواش یواش صبحونه میل کنن. قبر پدری حالا روزنامه تو بخون. خیلی خوب، آخه این حرفای گلومبار رو نمیتونم بخورم، یعنی منظورم اینه که نمیتونم بخونم. بذارین اول یه خورده غذا بخورم تا بعد بتونم بخونم. برو سر جاد بشین دختر، بذار اوقاتون سر جاش باشه. بیا بشین. بفرما دود کن. برونت بیه. هنوزم موتور مال خودتی، میتونی ببریش. فقط یکی دو روز کازم جون. باشه، هر جور مال خودتی. قربونت. اینم 2,000,000 تومن سگ خوره. جسمی تو بگیری بی تربیت خودتی. بیا خرم. هنی حالا گوش کن. هنی صدای بولبوله، یعنی صدای موتور امیلی. این مرکی که باز پیدا شد. حواستو جمع کن رضا، جون شیرین دست منه. آره بابا شیر فهمی شدی سکول نمیزنی. نه کسا خیانتو بوده. مزاهم باز پیداتو شد. چی میخوای اونجا؟ این دیگه که تازه استخدامش کردی؟ برای منم خوب پاپوشی درست کردی. خودت برو، تا بیرونت ننداختم. این خونه با غذاهای پس موندش مال خودت. چرا رفیق منو کشتی ها؟ او کشتی تو کشتی بگو تو خفت نکردم. بگو تو چیونت لشو کنه چه؟ برو بیرون. رضا تو زنده ای؟ من خیال میکردم تو مردی. این چه قیافه ای از خواهی درست کردی؟ ببینم واسه عینک زدی یا اصلا دستت گرفتی؟ گفتم برو بیرون، کسی با تو شوخی نداری. هی بده. تو شوخی میکنی؟ من با کسی شوخی ندارم. ماسبند شیر فهم شد؟ مثل این که دارم میشم، اما ببینم تو راستی منو نشناختی؟ من هیچ وقت تو رو ندیدم. حالا برو پیکارید. بیرونم میکنی؟ درسته شنیدی. شوخی نمیکنی رضا؟ من نمیدونم تو از کی حرف میزنوی. برو بیرون. رضا سوتی همه ما رفتنی هستیم، اما بگو ببینم از دختره چه خبر؟ عروسی کردی؟ من وقتی ندارم به جفنگیات تو گوش بدم. برو بیرون. مثل اینکه شوخی نمی کنی. باشه میرم. میرم، اما یادت وقتی تو خونه خودت فهمیدی که وضعم خوبه و فهمیدی که میتونم کمکت کنم
یه ساعت دور اتاق میرخصیدی، حالا فهمیدم که واسه دختره نمیرخصیدی، بلکه واسه این میرخصیدی که بعد 20 سال در بداری یه خری مثل من پیدا کردی که به زندگی سر و سامون بدی. تو همیشه دنبال یه نردبون میگشتی که ازش بری بالا، حالا این نردبون من شدم. خیلی خوشحالم، ولی یادت باشه گونه این عینک و اصاب و لباس رو نخوری، چون مثل حالا رفیقتو یادت میره و از خونت میندازش بیرون. یادت 20 سال پیش با هم شعری رو حفظ میکردیم؟ شنیدنش برات بد نیست، چون با وضع و قیافت جور در میاد. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. به حقیقت آدمی باش آقا رضا سوتی، اگر نه چه فرقی میون نقش دیوار و میون آدمیت؟ ما رو بگو که دار و ندارمونو پای رفاقت با تو باختیم. بسی دیگی برو گم شو، تو تربیت هم سرت نمیشه. حالا دیگه مطمئن شدم که رضای من مرده، ولی تا سر از کار دار نیارم ولکن نیستم. چی بود بگردنش؟ ازش بپرس. اون چی بود بگردن تو متوجه شد؟ خفشو! فقط همین الان شیرین رو نشونم بده. خیلی خوب، ولی حرف بی حرف باشه؟ باشی. بفرمین، خواهیش اینم اسمسون، صحیح و سالم. نگاه، واسه یه دختر کوچی نرخری رو گذاشتن، خری کچلم هست. در واقع این نرخر مواظب تو اونه، ضمناً این سگ وفادار یه خرس وحشی هم میتونه باشه، فقط با یه اشاره من. اینم درست میگم، میتونی امتحان کنیم. این دفرم تو بردی؟ برنده هر دومونی، دختر مال تو، پولاش مال ما. همین. فعلا معامله رو تو بردی؟ دیگه چیزی نمونده که تو هم برنده بشی، را بیافت. خیلی خوب. بسلام. گاز نگیره. تو رو خدا به من کاری نداشته باشی. تو خدا چی داره که کاری داشته باشم؟ باز چی شدی؟ دیگه چه بازیه؟ ببین خانم جون، تو جای خواهر منی، من هیچ کاری باهات ندارم، اما خیلی دلم میخواد از کار این دوره وریا سر در بیارم. میتونی بهم بگی این رضا سوتی این وسط چی کار هست؟ رضا؟ شما رضا رو میشناسین؟ آره، یه وقتی میشناختمش. چطور مگه؟ شما میشه اسمتونو بگین؟ آره، امیر. امیر؟ آه،
رضا همیشه از شما صحبت میکرد، میگفت امیر فرشته است، اگه یه مرد تو دنیا باشه امیره. اون راست میگفت؟ تو پاش باش آشنا شدی. اسمت شیرینه درسته؟ آره، اون میگفت دوستم داره، میگفت با هم عروسی میکنه، ولی همش دروغ بود. ببینم، این چند شب که با هم بودین اتفاقی بینتون نیفتاد؟ نه، اصلا سر از کارش در نیاوردم، حتی دستم و مچ نکرد. نمیدونم. گریه نکن، به مولا قسم باهات رو راستم، ولکنشون نیستم، دیگه نمیذارم به تو آزار برسونم، به خدا روزگارشون رو سیاه میکنم. نمیدونم چرا قلبم به هم میگه تو آدمی درستی هستی. خب حالا بیا از این خراب شده بریم بیرون. بیا. میدونی شیرین، من تو یواش مواظب باش. میدونی من تازه اومدم اینجا، جاش بد نیست، امروزیه. قبلا با رضا یک زندگی میکردی، بد نبود، اما از روزی که رضا منو تنها گذاشت و رفت دنبال نامردیاش، مرتب در و دیوار خونه منو یاد رضا و خاطراتش مینداخت. واسه خاطر همین اومدم اینجا رو اجاره کردم. هنوزم روبرا نشده، ولی جاش راحته. مواظب باش. خب دیگه تموم شد، رسیدیم. اینم اتاق اجاره ی امیر. میخوای بگم چی به چیه؟ آره خوشم میاد، اما دروغ نگی. قول بهت میدم دروغ نمیگم. اینجا دست چپ به فاصله تقریبا دو متر که بری یه پنجره است. آره یه پنجره است که به طرف خیابون باز میشه. از اینجام که رد میشی به فاصله 7-8 قدم که بری یه پنجره دیگه است. اینجا جلوی پنجره ها هم پرده زده شده. یه جالباسی هم اینجاست که روش یه چراغ گردسوز نفتیه. کفش هم تا بخوای گیلیم پهن شده. چند تا مبلم اینجا ولو هم. و اما برعکس همه خونه ها، ما از آشپزخونه میریم تو اتاقمون. خنده داره نه؟ خب اینجا دست چپ خودت یه مبل هست که میتونی روش بشینی. بیا بشین ببینم. بیا آروم بشین همینجا. بشین. خب به خونه خودت خیلی خوش اومدی. یه چیزی میخوری برات بیارم؟ نه متشکرم، تو راحت باش. امیدوارم تو راحت باشی، یعنی خیالت. تو تنهایی؟ آره. اگه منظورت اینه که زن؟ آه نه، من هیچ کس تو زندگیم نیست، تنها. تنها؟ آره. ما هر دومون تو یه شرایط. چطور مگه؟ تو چشاتو از دست دادی، منم چشامو. منظورم رضاست، هر دو تناییم. اینجا هیچ کس به تو آزار نمیرسونه، راحت باش. ولی تنهایی تو با تنهایی من خیلی فرق میکنه. اقلا تو دشمن نداری، اگرم داشته باشی میتونی اونا رو ببینی، اما من تو تاریکی های زندگیم با ثروت پدرم، با دشمن هایی مثل زن پدرم و پسر عموش
حتی نمیتونم از نقشه هاشون سر در بیارم. بیچاره پدرم، با اینکه چشم داره از کورام کورترش کردم. اون الان کجاست؟ میگن مریض شده، بردنش اروپا. اگه اینطور باشه تا برنگرده میترسم پامو تو اون خونه بذارم. اونو میشه فهمید رفته یا نرفته، اما اینجا هم خونه خودته، منطقه مثل مدخده، خلوت، ساکت، بی زرق و برق، روی تیک حسیر. عوضش اگه اینطور باشه جاش مطمئنه. مثل خودتو، مطمئن، آروم، ساکت. دلم میخواد راحت باشی، راحت راحت. سعی میکنم. خب حالا برم برات یه چیز درست کنم. متشکرم. من دلم نمیخواد مزاحم شما بشم، یعنی ای کاش میتونستم کمکتون کنم، ولی خب چه فایده. ببینم، تو از کوچیکی یعنی همینطوری به دنیا اومدی؟ نه، سال آخر دبیرستانم خبر آوردن که مادرت ضمن کار از پشت بوم پرت شده. من هیچی نفهمیدم، اینقدر عشق تو چشام پر شده بود و گریه میکردم که جلومو نمیدیدم. با سرعت از کلاس اومدم بیرون، چند تا پله جلوی پام بود که ندیدم ایشون. یه مرتبه پاهم در رفته بود. چی بود؟ هیچی. خب میگفتی؟ آره، افتادم انتهای پله ها به طوری که دیگه هیچی نفهمیدم. نمیدونم چند تا پله بود، ولی اینقدر میدونم خیلی زیاد بود. وقتی بلندم کردم دیدم همه جا جلوی چشم تاریکی. اول فکر کردم که چشم بسته است، اما وقتی دست زدم به چشمام دیدم هر دوشون بازن. مثل حالا بعدش منو یه راست بردن بیمارستان. میگم مادرمو ندیدم، اصلا نفهمیدم که کشتنش یا واقعا اتفاقی بود. حالا نوبت پدرمه، والا بود بعدشم من. برای همینه که گفتم میترسم برم تو خونه. بفرمی. مرسی. من اینجا. ولی نگفتی بیمارستان که رفتی چی گفتن؟ گفتن با یه عمل خوب میشه. خب این که دیگه ماترم نداره، پس چرا تا به حال این کار نکردی؟ نمیدونم، چند بار خواستم برم نشد. آخه چرا؟ اون زن بابام و پسرموش هر دفعه با یه بهانه. ولی این دفعه من خودم میبرمت. خب حالا بگو ببینم چی دلت میخواد. یادم رفتی حسن؟ آره. کسی؟ که بعد از چند سال فرنگستون رفتن و درس خوندن واسه خودش دکتر شده. ماشالله ماشالله، بزنم به چوب اونم چه دکتری. چی؟ تو فکر رفتی؟ میدونی شیرین دختر پول داریه، اما من نمیخوام از حرفشم نزن. تو بمیری خیلی دلخور میشن. میدونی حالا که این دختر اینقدر بد آورده، ماهای کاری واسش میکنیم، یعنی من و تو. آخه من که کاری دستم برده. دو درمونش با من، داداشم هم عملش میکنه. این که دیگه مصیبتی نداره. دیگه لخمتو واکن دیگه.
تو یال ندیگه ما با هم رفیقیم. برکنه تو خیلی انسونی کازم. داداشم کلی خوشحال میشه. آخه تو حالا واسه ما کاری انجام نداده که. فردا میریم سراغه. باشه. آهای مرتکه ترسیدم امیر. همه چی درست شد. بریم دکتر. نزدیک بود بخوریم زمینه. نزدیک بود. همه چی درست شد شیری. همه چی. یعنی پولشون فراهم کردی؟ پولشون؟ قلوم حلقه به گوشتم آخدا. آره شیرین فراهم شد، اما نه پولش، بلکه اونی که باز چشات عمل کنه. رفیق 20 سال پیش خودم، مثل رضا خالدار، منتها این یکی دکتر از آب در اومده، اما اون یکی اونجوری از آب در اومده. شکر شکرت خدا، اگه یکی ازم گرفتی عوضش جاشو خوب پر کردی. حالا دیگه با خیال راحت میتونم منتظر اون روزی باشم که چشای قشنگ تو همه چی رو ببینه. گریه میکنی شیری؟ این مرواری داره حرامشو نکن، لحظه صورت قشنگ تو خیز کنه. این قطره ها امیر از هزاران کلمات در هم و بر هم شکل گرفتن، بی اختیار پایین می‌ریزن. نمی‌دونم مثل کلمه عشق یا خوشحالی یا انسانیت یا آدمایی مثل تو. نه نه شیری، آدمایی دیگه مثل رضای نامرد. تو حق داری، ولی دیگه همه چی تموم شده. فراموش کن، حالا باید بخندیم. بخندیم به ریش همشون. بخندیم و خوش باشیم. بخند بخند بخند، بازم بخند، بازم بخند، بخند بخند، بازم بازم بخند، بازم بازم بخند. هزار خنده های ما از این پنجره ها بیرون برن و به گوش همه ی ناکس های روزگار برسن و از شادی ما دوتا دخ بکنن. آره بخند. امیر چی؟ هرچی دلت میخواد بگو، بگو، گوش میکنم. امیر دلم میخواد اولین چیزی که میبینم تو باشی. من مطمئنم با قلبی که تو داری همینطورم میشه. حالا بیا یه خورده هوا بخور. امیر صاحب کارخونه خیلی شوتی بابا. پس لابد میخوای بگی مدیر کارخونه آردیلی. نه بابا، سرکارگر اینجا. لابد به تو گفته موتورشم واسه خاطری من فروخته. نه او الان چند روز کارخونه نیومده. همش که شد نه، پس کجاست؟
منم هر کاری از دستم بر بیاد براتون انجام میدم. حالا برو هر چی زودتر بیارش. شیری خیلی خوشحال میشه. برم بیارمش. وزی شیری چی شده؟ هیچی طوری نشده. ولی مثل این که تو گریه کردی. اتفاقی افتاده؟ آره؟ نه اتفاقی نیفتاده. باور کن راست میگم. آخه من خواب بودم. مثل اینکه تو خواب. آره مثل اینکه تو خواب گریه کردم. آخه خواب دیدم چشم خوب شده. اونجوری که تو میخواستی شده. تو ناراحتی؟ چیزی من میخواستم برم خانه. چرا حرف نمیزنی امیر؟ ها؟ امیر؟ میکشمت رضا. چیزی گفتی امیر؟ گفتم که ما الان باز بریم بیمارستان. دکتر منتظره مونه. راست میگی امیر؟ خدای شکرت. اون لباس قرمزم الان بهت میده. ولی به من نگفتی. چی رو؟ که اون لباس قرمزت کجاست؟ آره تو همونه. امیر چی؟ تو هم دلت میخواد اولین چیز رو که میبینم تو باشه؟ ببشیر این چه حرفیه که میزنی؟ خب معلومه که دلم میخواد. مگه من فرقی کردم؟ نه تو فرقی نکردی. میخوای بگی تو فرقی کردی؟ اونم تو یک دو ساعت؟ بس دیگه شیرین، من میرم لباس تو بیارم. دروغ که چه عرض کنم؟ خودم این دفعه جاشو نشونت میدم. خیابون آذر شماره 16. شیرینم دیدم. شیرینی؟ اونو دیدی؟ حالش چطوری بوده؟ حالش؟ حالش رو نپرس. چرا؟ چون کار از کار گذشته. اون دیگه مال امیره. مال امیری؟ میکشمش. اما اگه دروغ گفته باشی زبونت از حلقت میکشم بیا. اینم کلید در خونه است. خیابون آذر شماره 15 به علاوه 1. چی؟ مثلا شاید بخواد ازش حرفایی بپرسی که تو نفهمی. از کار این دکترا نمیشه سر داره برد. امیر شیرینه اینقدر میشینیم تا علفه زیر پام سبز بشین یا شماها اینجا سبز بشین.
ولی امیر چی؟ اون که پسر خوبیه. نمیدونم دکتر، نمیدونم. اگه چشمم میدید فکرمم خوب کار میکرد. این روزا به همه چی شک دارم. ولی امیر که خدا کنه مثل اون یکی نباشه. تو میتونه بری خونه. نه آقای دکتر، من اینجور میمونم. چند روز طول میکشه تا چشماشو باز کنم. هرچی هم طول بکشه وای میستم. بهش قول دارم وقتی چشماش باز شد پیشش باشم. باشه آمیر. بس دیگه آخریشه.
امروز روز خوبیه. به امید حق دیگه تاریکی ها تموم میشن. بگو ایشالله. ایشالله. خب شیرین، هنوزم دلت میخواد اولین چیزی رو که میبینی من باشم؟ تو چی؟ مگه برای تو فرقی کرده؟ اصلا آرزوم اینه که تو دوباره ببینی. آرزوی دیروزت بله، اما امروز چی؟ این چه حرفیه؟ امروز هم مثل دیروز، من فقط دلم میخواد ببینی. چون آدم با چشماش بهتر خوبی و بدی رو حس میکنه. منظورش اینه که میشه مردم رو شناخت. شیرین، میخوام یه قولی ازت بگیرم. چه قولی امیر؟ نپرسی، فقط به هم قول بده. بهت قول میدم که هر چی بپرسی راستشو بگم. وقتی تونستی ببینی باشه؟ ببینم، اینجا کافه مافه نداره آدم یه چیزی بخوره؟ از آقا داداشت بپرس. ایوالا، اون دکتره کافه چی که نیست. بفرما، حلال زاده هم بود اومد. نه خیر، نیومده. آری شیرین، کاملا آروم و خونسرد باشه؟ چشم دکتر. متشکرم. فقط دلم میخواست که پدرم هم اینجا بود. مطمئن باش، اولین جایی که بریم پیش پدرته. خب، حالا راحت باش. هر وقت گفتم باز کن، چشماتو باز کن. حالا آهسته باز کن. خیلی آروم، آروم. چیزی مثل تکه‌های سفید پنبه، یا خطوط مختلف، یا روشنایی ضعیفی حس نمی کنی؟ یه چیزایی مثل پنبه، مثل... نه شیرین، این منم که جلوت وایستدم. سعی کن ببینی، منو ببینی، امیرو ببینی. آره، دارم یه چیزی میبینم. امیر، امیر. نه، نه، دوباره سیاه شد دکتر. بابا تاریک شد، همه جا سیاه شد دکتر. من چیزی نمیبینم، خدای من. مرد روزگار باش تا من بیام. این میزه ریزه سوتی، این ختمم که بدکه نیستی. نه به خدا شیرین خانم، چشمای شما سالمه. هیچ نگران نباشین، من مطمئنم که خوب میشه. شایدم عمل دیگه احتیاج نداشته باشه. به هر صورت چند روزی هم استراحت کنین، من بهتون قول میدم. بریم شیرین. بریم خونه. بالاخره صدای ما یه روزی به گوش او سکرین میرسه. بریم. خب من برم واسه نهار یه چیزی بخرم. تو هم یه کمی استراحت کن تا من برم و برگردم، باشه؟ چیه؟ همچی تو چشام نگاه میکنی مثل این که... خب تو رو میبینم. خب بگو ببینم چه شکلی هم؟ شکل تو... روزم میرسه، از دیدنم پشیمون نمیشه. الان برمیگردم.
فرارتم خیلی خوبی اما سر قولم وامیستم اینطور نیست رضا سوتی پای نامردیاتی چطور؟ وایمی ایستی؟ گوش کن رضا ریزا بی ریزا گوش بی گوش تو گوشه بکنه دیگه همه چی تمامه شده خیلی زود عوضی شدی این تویی که با یه درجاره عوض شدی رضا سوتی میهن لابود این چند شب روزی که باش بودی میخوای بگی بهش دستم نزدی آره آره نکن نگو نکوش برو کش کن ما امونت داریم رضا سوتی ولی کسی به امونتش خیانتی نمی کنی اما تو کردی رضا سوتی من اینه دیگه آره تو ناکس خالدار 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 اونجا تو آبادتی خالدار رضا خالدار بهتره تو یه خاله دیگه هم داری بازم گفت خالدار خالدار آخه تو یه نشونتی که من تو منم یه خاله دیگه باز بهت اضافه کنم نه پاتو تو رخت خواب شیرین دیدم من؟ تو رخت خواب شیرینه؟ آره تو نامرد نه نکشم اتا با پایین برم کنی تو رخت خواب اومدم قتل کنم نکشتی بشم همون یه فصلی که خواهی بسته تو آدم کشه نیستیم ناموز دازی بهتر از آرخ کشه نیست ولی تو این نامرد روزگر جا پایی کسی که تو رخت خواب اون دختره باقی مونده جا پا کدوم جا پا آری تا نشون تو صورتت ننازم نشونت نمیدم ها؟ بیگی نشونه حالا این کدوم تا خیادی داری و من میشکرم از تاوانه میخوش سنگه شو باشی برو درست کنم خط خطیت بخنم چطی کاتو کنم تو رخت خواب شیرین چی کار میکنه؟ رخت خواب شیرینی؟ آره تو رخت خواب شیرینی؟ تو آره ناکرده من اون گردم من دو گم کرده بودم از هیچی خبر ندارم دفرم میخودم میکشمش با دستای خودم امیر من راسته میگم اون گردم بعد اون پوزیوز اون از خودم بی خبر اون موبیله نیو میدم کاری که میکشمش میکشمش چه بلای سر منو تو و شیرین آورده خودم میکشمش به هر دوی ما کلکس به میکشمش
تو مطمئنی که گردن بندو گم کردی و آزاریم به شیرین نرسوندی؟ آری من یادم نمیری تنها چیزی رو که داشتی موتوریتو میگم واسه خاطر من، واسه عروسی من و شیرین فروختی شیرتو من شیرین گفتی؟ شیرین؟ خب منو ببخش امیر تو اونو دوست داری خب منو تو ورش دار نه اصلا یادم رفته بود چی رو؟ شیرین خیلی وقت از خونه رفته بیرون اما بر نگشتی دلم میخواست پدرم هم اینجور بود ممکنه رفته خونه پدرش بریم رضا بریم که دیگه این خونه به درد من نمیخوره بریم این که امیزه کجا بوده؟ نصرت کجاست؟ رفته خرید در حیات باز بوده؟ نه امیزه از همیشه میبنده هر جا بوده کسافت کاریاشو کرده و اومده من فکر میکنم به موقع با پای خودشون مادرش یادته؟ از پشت بوم؟ آره کجایی؟ وای خدای من شیرین خانم شما کجا بود؟ سلام سیما جون من سیما نیستم دوستشم شیرین جون ولی صدای شما؟ درسته همه همینو میگن آه میگن صدای شما مثل سیما جونه آره منم همینو میگم اونای دیگه کجا؟ بیژن خان سیما جون روی پشت بونن دارن عکس میگیرن آخه امروز هوا خیلی خوبه به خصوص منظره شهر از بالا خیلی دیدنیه آدم از این هوا لذت میبره مگه اونام آدم ها؟ ناراحت نشین یعنی ناراحت نشو من باهاشون شوخی دارم بله اینو که میدونم راستی دلتون میخواد شما رو ببرم اونجا؟ نه لازم نیست خودم میتونم برم ولی شما آخه خطر داره گاهی کورا راه و چاهو بهتر از چشدارا تشخیص میدن اینطور نیست؟ بله خانم ممکنه توی پردش میکنیم که مرگش طبیعی جلوه کنیم برو بالا یکمی اون طرفتر تو آفتاب سیما جون، بیژن خان، شیرین خانم اومدن به به، شیرین خانم، کجا بودی؟ سلام چطوری سیما جون؟ کجا بودی؟ احمد برم الان گوش کنیم بچه ها حالا موقع این حرفا نیست آفتاب داره میپره بابا من میگم اول یه عکس یادگاری به خاطر پیدا شدن شیرین بگیریم بعد بریم سر احوال پرسی آره خیلی خوبه خب شیرین جون حالا یه کمی برو عقب تر بازم حالا درست شد خب رسیدیم آری بال بودیم رسیدیم یالو بینا زنی نزنه دیوار برو بالا این اجداد آخی حالا خوب بیافتی شیلی تو رو خدا خوب بندازینا حاضری؟ آره حاضرم حال نه یا علی اونجا چی کار میکنه؟ خدای خودت حفظش کن نیفته یه ها ده بگیر دیگه خب حاضر میگیرم پس چرا نمیگیری؟ الان چطوری فهمید که میخوام پرتش کنم؟ میگن نابینایان حس هفتم هشتم دارن
بیجان جنه سکور علیه لعنه میبینی؟ سکور علیه لعنه میبینی که میبینم تو قاتلی تو سیما رو کشتی اونطوری که تو مادرم رو کشتی زنی تو یه بلگرد تو رو میفرستم پیش مادرت دیگه فایده ای نداره قبل از اینکه بیام اینجا به پلیس تلفن کردم الان پیداشون میشه وایسا امیر امیر خوبم پدر ببین چشم خوب شده دیگه میتونم تو رو ببینم همه جا میبینم امیر این کارو کرد اون کمکم کرد پس رزام دیگه پدر خیلی میدونی چقدر خوشحالم که دوباره میبینم برادر رضا بود که این ناکس بود برادر دوغلوی رضا باطل کسمت درست مثل اینکه یه سیب کرمو رو از وسط دو تشرده باشی برادر دخولوی برندی بده حالا که شیرین چشش خوب شده چند وقتی هم با بابای خیالیش خوش باشم پس تو بر اونو بیزن جایی منم بیزن برای سراغ اون با ما الان دیگه میدیم احتر از پولیس شیرینه بگو ببینم این چند تا هستی پدر تو چرا مثل رضا سوتی حرف میزنی تو با امیر چی کار داشتی رضا سوتی چی خریه این کارم کاری نداشته باش وقتی زیاد برای حرف زدن نداریم حالا بگو ببینم این چند تا هستی خب معلومه پنج تا پنج تا ضربه دیگه دی سرش بکن تو پچی نیستی تا شکنده دخترم حالا بگو ببینم این چنی تستی خب بازم معلوم سه تاشو بستی حالا دو تاست اشتباهاتی همین اینجاست تو تا بود حالا یه دونه داری اونم منم بیا بقلم خیلی پیش گذاشته بیا دیگه امیر بلش کن بستی چی را؟ چی؟ خوب حرف بزنی ساکت نشینی داخلش آوردم عریضه دیده امیر بگو شیرین یادت تو بیمارستان ازم قول گرفتی که به سوالت جواب بدم حالا بپرس نه دیگه سوالی ندارم منم بهت قول میدم که شیرین تو همون شیرین روز اوله هیچ فرقی نکرده صبری بکنین ببینم نفهمیدم من نمیدونم شما دوتا از چی حرفی میزنین نه سلامتی من پدر عروس هستم دستای کسیفتونو بدین من ببینم حالا هر دوتاییتون پدر عروسه که بنده باشم ما چی کنیم دیدم میداری ناکت جلوی چشما داره دهنه میره باز این آیام رو موجم سب کنیم من الان بر میکرد باشی
خدا آورد. کنه میکنی؟ کجا؟ کجا فرار میکنی؟ اونو میکنم باش کنیم به چه روزی افتادی همونجا نگهشون داری تا من پولیس بیارم Thank you.